سرخط خبرها. تلاش نمایندگان ایران و 4+1 در وین برای نجات توافق هسته‌ای. اروپایی‌ها از ایران خواستند تعهداتش را کاهش ندهد. اینجا در مرکز وین قدرت‌های جهانی بعد از 3 ساعت مذاکره به ایران هشدار دادند که ممکن است ماه آینده کار روند ارجاع ایران را به شورای امنیت آغاز کنند. اکبر خامنه‌ای، شیراز 4 زندان. درخواست سازمان ملل برای تحقیق مستقل درباره اعتراض‌ها در ایران. کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شد. صدور دستور استیضاح رئیس جمهوری آمریکا زیر سایه مخالفت جمهوری خواهان. رئیس مجلس نمایندگان میگوید همحزبی های دونالد ترامپ به او سوگند وفاداری خوردند. پس رنگ بودن در این سالیسی اجام زنده کردن بعد این پارسی. و سفر به تاجیک آباد، جایی که عشق به شاهنامه فردوسی در خانه کهنسالترین ساکن شهر زنده است. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام امروز در وین وضع بحرانی توافق هسته‌ای را بررسی کردند. این نشست به علت اعتراض ایران به تظاهرات احتمالی مخالفان در آخرین دقایق به محل دیگری منتقل شد. کشورهای اروپایی تهدید کردند که اگر ایران به تعهداتش در برجام برنگردد ممکن است ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند. کسرا ناجی از مقابل محل این نشست در وین با ماست. کسرا، بیشتر بهمون بگو اونجا امروز چه میگذره و طرف ها به چه توافقی رسیدند؟ ناجی، دقایقی پیش این مذاکرات خاتمه پیدا کرد بعد از 3 ساعت گفتگو بین ایران و قدرت‌های جهانی. آن چیزی که روشنه اینه که این قدرت‌های جهانی و اروپا به خصوص این مکانیزم حل اختلاف رو فعال نکردن اونطوری که بعضی ها ممکنه میگفتن که ممکنه این کار رو بکنن. به نظر میرسه که به ایران فرصت بیشتری دادن. همین چند دقیقه پیش نماینده چین اینجا، یکی از معاونان وزیر خارجه چین که نمایندگی میکرد این کشور رو در مذاکرات، اینجا در جمع خبرنگارا صحبت کرد. صحبت از این کرد که چین نمیخواد این مکانیزم فعال بشه چون به گفته او به طور اتوماتیک همه چی بدتر خواهد شد. اشارش به اینه که ممکنه به شورای امنیت ایران ارجاع داده بشه و تحریم های بین المللی به طور اتوماتیک برگرده علیه ایران. و ولی این رو اضافه کرد که قراره که قدرت‌های جهانی ماه آینده در ماه ژانویه این مسئله رو دوباره بررسی کنند و بستگی به اون داره که در این ماه، یعنی اوائل ماه ژانویه، آنطوری که ایران تهدید کرده آیا قراره که ایران قدم دیگری از برداره در فاصله گرفتن از تعهداتش یا نه، و اگر چنین بکنه و قدرت‌های جهانی اینجا توافق کردند که دوباره بررسی کنند و این مکانیزم رو احتمالاً فعال کنند. همین پیام رو هم طرف روسی ظاهراً داده. یکی از خبرنگارهای روس که با طرف روسی صحبت میکرد همین رو گفته. به نظر میرسه که تمام این قدرت‌ها، 3 قدرت اروپایی و روسیه و چین، متفق القولند که اگر ایران قدم دیگری در فاصله گرفتن از برجام برداره، ماه آینده روند کار ارجای ایران رو به شورای امنیت شروع کنند. الان قدم بعدی چه خواهد بود کسرا؟ قدم بعدی باید همه منتظر باشند که ایران اوائل ماه ژانویه، یک ماه دیگه دقیقا، چه خواهد کرد. تهدید کرده که قدم دیگری در فاصله گرفتن از این برجام برخواهد داشت و اگر چنین بشه دوباره این قدرت ها بین خودشون احتمالا جلسه خواهند داشت و تصمیم خواهند گرفت که آیا این مکانیزم حل اختلاف رو که در داخل برجام پیش
پیشبینی شده برای حل اختلافا این رو فعال کنن یا نه، و اگر فعال کنن بعد از طی یک پروسه چندین ماهه ممکنه کار به شورای امنیت کشیده بشه و برگشتن همه تحریم ها علیه ایران. متشکرم از تو کسرا ناجی درویان. میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در مورد سرکوب‌های اخیر در ایران شده. خانم باچله در گزارش خود گفته گزارش‌های دریافت کردن که نشان می‌دهد در برخی از مناطق نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند. در این گزارش همچنین گفته شده نیروهای بسیج و سپاه پاسداران هم در تیراندازی به معترضان نقش داشتند. امروز در تهران خطیب نماز جمعه تهران گفته باید از خانواده آسیب دیدگان اعتراض‌های اخیر دلجویی شود و به قربانیان دیه پرداخت شود. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا هم گفته احتمال دارد تا 1000 نفر در جریان اعتراض ها در ایران کشته شده باشند. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. ملت عزیز، قطعاً ما بر این مشکلات فائق می‌شویم. سخنان خطیب امروز نماز جمعه تهران درباره وقایع آبان در ایران. به یاری خدای متعال میگوید موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های کسانی که در جریان اعتراض‌ها به هر نحو جان خود را از دست دادند در دستور کار قرار گیرد. در این قضیه پیشتر هم رهبر ایران با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی برای شهید خواندن شماری از کشته‌های اعتراض‌های آبان موافقت کرده بود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باچله امروز در مورد تداوم نبود شفافیت در مورد تعداد کشته‌ها و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی و همچنین تداوم دستگیری‌ها در سراسر ایران هشدار داد. این در حالی است که هنوز حتی هیچ آمار رسمی از شمار کشته‌ها اعلام نشده. سازمان عفو بین‌الملل که گزارشگری در ایران ندارد همچنان در حال شمارش و تایید هویت قربانیان و به روز رسانی آمار کشته هاست. تا اینجا این نهاد میگوید 208 نفر در جریان اعتراض ها جان باختند. دیشب رئیس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا شمار کشته ها را بسیار بالاتر برآورد کرد. با روشن شدن تدریجی حقایق از داخل ایران به نظر می رسد رژیم احتمالاً بیش از 1000 نفر از مردم ایران را از زمان شروع اعتراض ها کشته باشد. نمی توان با قطعیت چیزی گفت چون رژیم اینترنت را مسدود کرده. در بین کشته شده ها دست کم 10-12 نفر کودک هستند، از جمله 13 و 14 ساله ها. رئیس جمهوری آمریکا هم به شمار بالای بازداشت ها اشاره کرد و از رسانه ها خواسته به وقایع ایران بیشتر توجه کنند. اونا معترضان رو میکشن، اینترنت رو قطع کردن، کسی نمیدونه اونجا چه میگذره. میخوام رسانه ها بیشتر درگیر خبرهای ایران بشن و برن اونجا ببینن چه خبره، چون که وضعیت خوبی نیست، وحشتناکه. رسوایی بزرگیه که به زودی برای جهانیان روشن میشه. اونا شمار بالایی از مردم رو کشتن و هزاران نفر رو در سرکوبی وحشیانه بازداشت کردن. اعتراض‌های سراسری آبان در ایران شمار بی‌سابقه قربانی بر جای گذاشته، اما هنوز هم بسیاری از جزئیات ناروشن باقی مانده و نقطه شروع اعتراض‌ها یعنی گرانی بنزین هم محل بحث‌های مکرر مقامات است. وزیر نفت ایران پیش از نشست اوپک تاکید کرده تصمیم در سطح وزارت نفت گرفته نشده و وزارتخانه مطبوع او تنها مجری تصمیمی بوده که ابلاغ شده. گرانی بنزین و اثرش روی باقی قیمت‌ها، خون‌های ریخته شده و وضعیت ناروشن شمار بالای بازداشتی‌ها اما احتمالاً هنوز زیر پوست جامعه عامل خشم و التهاب باشد. شبنم شعبانی، BBC. ساعتی پیش از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری پرسیدم درخواست سازمان ملل برای تشکیل کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب‌ها چقدر اهمیت دارد؟ طبیعتاً بسیار مهمه توجه بکنید که در روزهای اول اصولاً کسی قبول نداشت که افرادی از بین تظاهرکنندگان توسط کسانی که جزء تظاهرکنندگان نبودند و طبیعتاً میشه گفت نیروهای امنیتی یا انتظامی یا بسیج و غیره کشته شدند، ولی کم کم با ارائه یک سری مدارک که بازتاب جهانی هم داشت دولت پذیرفت، تا جایی که ریاست محترم قوه قضاییه موضوع پرداخت خسارت به اونها را مطرح کرد و رهبری هم متوجه شد که توسط شورای امنیت
درخواست شده که بپذیره و ایشون هم پذیرفته که در واقع این خسارات پرداخت بشه و این چیزی نیست که دیگه بشه انکار کرد و یا کتمان کرد. محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران. در پی آتش سوزی در یک مراسم عروسی در ایران و ازدحام مهمانان، برای خروج از تالار 11 نفر جان خود را از دست دادند. حادثه حدود ساعت 9 دیشب بر اثر آتش گرفتن یک کپسول گاز مایع در شهر سقز در استان کردستان روی داد. 5 کودک هم جز کشته شده ها هستند. بیش از 40 نفر زخمی شدند و همین خاطر در استان کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده. در جریان تیراندازی در منطقه مسگرآباد تهران، 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس، حادثه دیشب روی داد وقتی که سرنشینان خودرو با کلاشنیکوف به سوی یک قهوه خانه تیراندازی کردند و بعد با قمه و شمشیر به آن حمله کردند. انگیزه مهاجمان هنوز مشخص نیست، اما به گفته پلیس احتمالاً هدف این حمله انتقام جویی شخصی بوده است. در ایران، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران گفته به زودی در بعضی از مسیرها صندلی اتوبوس‌ها پیش فروش می‌شوند. پیمان سنندجی گفته این کار برای مواجه شدن با افزایش تعداد مسافران اتوبوس‌ها است. در پی گران شدن بنزین انتظار می‌رود تعداد بیشتری از مردم از اتوبوس استفاده کنند. البته آقای سنندجی گفته هنوز معلوم نیست گرانی بنزین تا چه اندازه بر تعداد مسافران تأثیر بگذارد. نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در وین گرد هم آمدند تا درباره کاهش احتمالی سقف تولید نفت خام تصمیم بگیرند. دیشب وزرای نفت کشورهای عضو اوپک پس از 7 ساعت جلسه بدون اعلام تصمیمشان دبیرخانه سازمان را ترک کردند. اینها تصاویر زنده هست از این نشست و از ادامه اون در وین. وزیر نفت ایران گفت انتظار دارد دو طرف توافق کنند که سقف تولید را حدود 500,000 بشکه در روز کم کنند. ایران دیروز هم از کاهش تولید نفت استقبال کرده بود. این اجلاس با حضور وزرای نفت 10 کشور در مقر دائمی اوپک در وین در حال برگزاریه. در ادامه برنامه های امروز با خبرنگارمون که محل برگزاری این اجلاس در وین رفته صحبت خواهیم کرد. در عراق، آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه پیام داده نخست وزیر جدید باید بدون دخالت خارجی انتخاب شود. نمایندگان مجلس عراق 6 روز پیش در نشستی اضطراری استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر را پذیرفتند. طی هفته‌ها اعتراض بیش از 400 نفر کشته شدند. در هفته‌های گذشته معترضان به 2 کنسولگری ایران در نجف و کربلا حمله کردند. نماینده آقای سیستانی امروز در خطبه‌های نماز جمعه در کربلا سخن می‌گفت. ما امیدواریم که رئیس جدید دولت و اعضای آن بدون هیچ دخالت خارجی در مهلت قانونی و بر اساس خواست شهروندان انتخاب شوند. و لازم است به اطلاع برسانم که مرجعیت دینی طرف هیچ گفتگویی در این زمینه نیست و هیچ نقشی در این قضیه ندارد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام امروز در وین بعض بحرانی توافق هسته‌ای را بررسی کردند. کشورهای اروپایی تهدید کردند اگر تهران به تعهداتش در برجام برنگردد، ممکن است ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند. اکبر خامنه‌ای، شیراز چهار زندان. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در مورد سرکوب‌های اخیر در ایران شده. در ادامه برنامه، باشه رنگ بودن در این سالی سی اگر زنده کردن به این پرسی. شاهنامه خانی در تاجیک آباد، کهنسال‌ترین ساکن شهر از عشق به فردوسی میگوید. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته جمهوری خواهان سوگند وفاداری به دونالد ترامپ خوردند. خانم پلوسی دیروز به کمیته قضایی مجلس دستور داد وارد مرحله نوشتن بندهای طرح استیضاح آقای ترامپ شوند. خبرنگارمون بهمن کلباسی از نیویورک با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. بهمن، این حرف خانم پلوسی آیا عملا پذیرفتن این واقعیت هست که هیچ نماینده جمهوری خواهی با استیضاح همراهی نخواهد کرد؟
خانم پلوسی در پاسخ به این سوال این حرف رو زد که دیگه جمهوری خواهان چه ادله‌ای لازم دارن که بپیوندن به استیضاح آقای ترامپ، و بر اساس این جلسات علنی که برگزار شده از دید سوال کننده به اندازه کافی استدلال و شواهد وجود داره که آقای ترامپ دچار تخلف شده، قانون اساسی رو زیر پا گذاشته. خانم پلوسی در جواب گفت که اونها، یعنی حزب دموکرات، قسم خوردن به وفاداری، سوگند خوردن به وفاداری به قانون اساسی، اما به نظر میاد که جمهوری خواهان سوگند خوردن به وفاداری به آقای ترامپ. ولی در نتیجه، همینطور که میگید، نتیجه نهایی سیاسیش این است که هیچ یک از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دست کم به این استیضاح احتمالاً رأی نخواهند داد. حالا این حدس و گمان‌هایی وجود داره که مثلا یک نفر یا دو نفرشون، ولی در مجموع از بیش از 190 نماینده جمهوری خواهی که وجود دارن در اقلیت هستند، کسی به دموکرات‌ها نمی‌پیونده. در خود مجلس نمایندگان نیازی هم نیست که جمهوری خواهان بپیوندن، فقط کافی است که اکثریت به علاوه یک رأی بدن که خب دموکرات‌ها اون رو خواهند داشت. مسئله اصلی در مجلس سنا خواهد بود. گام بعدی الان تا رأی نهایی چیه بهمن؟ رأی نهایی همین رأی است که در مجلس سنا سناتور خواهند داد و اونجا در نقش هیئت منصفه عمل میکنن. یعنی بعد از اینکه مجلس نمایندگان استیضاح رو، بندهای استیضاح رو تصویب بکنه، در یک پروسه 3-4 هفته‌ای در مجلس سنا طرفین دفاع میکنن، هم آقای ترامپ و وکلاش دفاع میکنن یا سناتورهای جمهوری‌خواه کسانی رو نماینده میکنن که دفاع بکنن، و در مقابل هم دموکرات‌ها ادله‌شون رو طرح میکنن. و بعد از اینکه همه اینها شنیده میشه، اون 100 سناتور در مقام هیئت منصفه رأی به تبرئه یا محکومیت میدن. اگر که اون رأی محکومیت با 2/3 باشه، یعنی از 67 سناتور از 100 سناتور رأی به محکومیت بدن، آقای ترامپ برکنار میشه. اگه کمتر از اون باشه، که قریب به یقین کمتر خواهد بود به خاطر اینکه جمهوری خواهان اکثریت رو دارن در مجلس سنا، اون وقت آقای ترامپ سر جاش خواهد ماند و استیضاح به نتیجه نمیرسه. انتظار این است که در ماه اول سال جدید میلادی، یعنی ماه ژانویه، در زمستان ما شاهد این جلسات و رأی هیئت منصفه مجلس سنا باشیم که عملا سال 2020 تو که سال انتخابات هست و از همون آغاز با یک به اصطلاح داستان بزرگ سیاسی برای آقای ترامپ آغاز میکنه و در پایان سال هم که انتخابات ریاست جمهوری است. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته برای کنار زدن رهبران دولت از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. و امروز در آغاز یک راهپیمایی در میان هوادارانش، رهبری دولت را به دست داشتن در فساد و تقلب متهم کرد. اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در توییتی گفته نامزدان باید اصول و قواعد انتخاباتی را رعایت کنند. روین رهنوش، خبرنگارمون از کابل با ماست. روین، به نظر میاد که شمار نامزدهای معترض به روند انتخابات در حال افزایشه. دقیقاً. در یک هفته اخیر ما شاهد واکنش‌ها و اعتراض‌های گوناگون در برابر آنچه تقلب انتخاباتی گفته میشه بودیم. در آغاز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمد، انتخابات را منتفی دانست و گفت که باید یک حکومت مشارکتی ساخته شود. هواداران عبدالله هم در چندین ولایت از جمله کابل دست به اعتراض‌های زدند و حالا هم امروز آقای حکمتیار به این کاروان پیوست. اما آقای حکمتیار حرف‌هایش بیشتر هشدارگونه بودند. در میان هوادارانش گفت که از مردم دفاع میکنه، در کنار مردم میهسته، و اما گفت که به در برابر هیچ حکومتی به گفته خودش دست نشانده سکوت نمیکنه. گفت که آمد به روند صلح پیوست، اما دشمن معاهده صلح با حزب اسلامی که خود آقای حکمتیار در رأسش هست را بند به بند نقض کرد. هرچند مشخص نکرد که هدفش از دشمن در اینجا چی کسی است، اما گفت که یک از مواردی که نقض شده این است که زندانیان حزب اسلامی در زندان‌ها از جمله گوانتانامو آزاد نشدند. آقای حکمتیار هشدار داد که از هر گونه وسیله ممکن مشروع به خاطر رسیدن به اهدافش استفاده میکنه و همینطور خواسته های آقای حکمتیار در میان هوادارانش
4 تا خواسته که آقای حکمتیار مطرح کرد، یکی این بود که باید در همه محل‌های رای‌دهی که دستگاه‌های بیومتریک ناپدید شده انتخابات دوباره برگزار شود، و همینطور خواست دومش این بود که تمامی صندوق‌ها رای‌هایشان باید از سر شمرده شود، و همینطور اینکه نتایج انتخابات بعد از تصفیه آرا اعلان شود، و خواست چهارمش این بود که اگر انتخابات به دور دوم بره باید یک دولت سرپرست باید بیاید و باید ایجاد شود و این روند انتخابات و همینطور روند مذاکرات صلح را مدیریت بکنه. متشکرم از تو روین رهنوش در کابل. اوبر شرکت بین‌المللی خدمات مسافربری اینترنتی برای اولین بار گزارش‌های آزار جنسی مسافران و رانندگانش را منتشر کرد. به گفته این شرکت در طی سال گذشته تنها در آمریکا حدود 3000 مورد تعرض و آزار جنسی گزارش شده که تقریبا نصف این موارد مربوط به شکایت مسافران بوده است. اوبر میگوید با توجه به اینکه در یک سال بیش از 1 میلیارد سفر با خدمات این شرکت انجام شده، نسبت آزارهای جنسی رقم بالایی نیست و کمی بیش از 3 مورد در هر 1 میلیون سفر است. اوبر اخیراً در زمینه تضمین امنیت مسافران و خدماتش در برخی کشورها تحت فشار بوده. سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع شدید سرخک در جهان هشدار داده. سال گذشته حدود 10 میلیون نفر به سرخک مبتلا شدند که بر اثر آن بیش از 140 هزار نفر جان باختند که اغلب آنها کودک بودند. این رقم 15% بیشتر از میزان مشابه سال قبل است و سازمان بهداشت جهانی این وضعیت را یک شکست جمعی خوانده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اردوگاه کار اجباری آشویتس در لهستان بازدید کرد و به قربانیان آن ادای احترام کرد. نخست وزیر لهستان خانم مرکل را همراهی می‌کرد. این اولین بازدید خانم مرکل در 14 سال گذشته و در مقام صدر اعظم آلمان از این اردوگاه بود. بیش از 1 میلیون نفر که بیشترشان یهودی بودند در جنگ جهانی دوم در این اردوگاه کشته شدند. آنگلا مرکل در این سفر گفت آلمان برای حفظ و نگهداری اردوگاه آشویتس 60 میلیون دلار کمک خواهد کرد. با آنکه آمریکا و کره شمالی امیدوارند درباره کاهش تنش به گفتگو بنشینند، پیونگ یانگ دوباره به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاخته. کره شمالی از چند ماه پیش باز هم آزمایش موشک‌های بالستیک با برد کوتاه را از سر گرفته. افزایش تنش دوباره بعد از چند بار دیدار رهبران دو کشور ظرف 1.5 سال گذشته است. هادی نیلی گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در این 1.5 سال اخیر چند بار ملاقات کردند که هر بار به نوعی تاریخ ساز بوده. از اولین دست دادن رهبران آمریکا و کره شمالی تا اولین بار که رئیس جمهور ایالات متحده عملاً پا به خاک کره شمالی گذاشت. اما حالا انگار باز جنگ کلمات بالا گرفته. وزارت خارجه کره شمالی گفته اگر دونالد ترامپ حالت تهاجمی دارد، باید آن را عود کردن کندذهنی یک پیر کندذهن تلقی کرد. یکی مثل درشگویی هایی که نیم قرن معمول دستگاه های تبلیغاتی کره شمالی بود، اما از زمان چیدن مقدمات دیدار رهبران دو کشور خبری از آن نبود. واکنشی به حرف های اخیر رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست ناتو که هرچند لحنش به نظر نرم می آمد، اما ژست تهدیدآمیزی هم در آن بود. من بهش اطمینان دارم، ازش خوشم میاد، اونم از من خوشش میاد، رابطه خوبی داریم. حالا ببینیم چی میشه. البته که اون خوشش میاد موشک بفرسته هوا، مگه نه؟ برای همینه که اسمش رو گذاشتم مرد موشکی. ولی رابطه خیلی خوبی داریم. ارتش ما الان قوی تر از همیشه است، قوی تر از هر کشور دیگه‌ای توی دنیا، و امیدوارم مجبور نشیم ازش استفاده کنیم، ولی اگه مجبور بشیم استفاده میکنیم. رابطه من با کیم جونگ اون واقعا خوبه، ولی این به این معنی نیست که از توافقی که امضا کردیم تبعیت نکنه. توافق اولمون میگه اون خلع سلاح هسته‌ای میکنه. امیدوارم عمل کنه. خواهیم دید. کیم جونگ اون و دونالد ترامپ سال گذشته اول تابستان در سنگاپور و در میانه زمستان در ویتنام دیدار کردند، با هدف ترغیب کره شمالی به متوقف کردن برنامه هسته‌ای در ازای کاهش فشارهای اقتصادی بر این کشور. اما نه فقط از این دو هدف خبری نیست، بلکه کره شمالی از چند ماه پیش بار دیگر آزمایش موشک‌های بالستیک با برد کوتاه را از سر گرفته. پیونگ یانگ تا پایان سال میلادی، یعنی کمتر از 1 ماه دیگر، به واشنگتن فرصت داده که پیشنهادهای جدیدی مطرح کند، وگرنه به گفته خودشان راه جدیدی در پیش می‌گیرد.
در همین حال هم که تحریم‌های حداکثری و فشار اقتصادی بر مردم کره شمالی ادامه دارد، رهبر فیلم‌های تبلیغاتی پر می‌کند و وعده پروژه‌های دهان پرکن می‌دهد. هادی نیلی، بی بی سی. فردوسی طوسی، سخنسرای نامدار ایرانی، ویرایش اول شاهنامه را 1025 سال پیش به پایان رساند. شاهنامه یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسی به زبان فارسی در تاجیکستان علاقه‌مندان خیلی زیادی دارد. خبرنگار ما سهراب ضیاپای صحبت‌های کهنسال‌ترین ساکن ناحیه تاجیک‌آباد در شرق تاجیکستان نشسته که با وجود سن بالا صدها بیت از شاهنامه را حفظ کرده. عشق محبت من به شاهنامه چنان بود که نام بعد فرزندو را از شاهنامه نموندم. رستم، سهراب، بهرام. من الیاس عبدالوهاب، زاده دهه کپلی، ناحیه تاجیک‌آباد، 95 سال عمر دارم، صاحب 13 فرزند، 7 پسر، 6 دختر، از خردی به شاهنامه عشق ورزیدم. شاهنامه را دوست داشتم. فردوسی را از همه شاعران را بلند می‌دانم. که بندگی کردم ای شهریار، که من از زمان در جهان یادگار. بس رنگ بودم در این سالی سی، اجان زنده کردم به دین پارسی. ایا شاه محمود کشور کشای، بکس کرد نترسی بیترس از خلای. نکردی در این نامه من نگاه، این گفتاری بدگوی گشت زیرا. چه عمرم به نزدیک هشتار شد، امیدم به یک باره بربار شد. اگر شاه را شاه بودی پدر، مرا برنهادی به سر تاج زر. اگر مادری شاه بانو بودی، مرا سیم زر تا به زانو بودی. درختی که تلخ است و باید را سریشت، گرستر نشانی به باغ بیشت. سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوه تلخ بار آورد. افساس شعر فردوسی بده نکرد، بله کیه؟ بم خبری بدی بیا تا جهان را با بد نسپریم، با کوشش همه دستی نیکو بریم. نیک بد نباشد همه پایدار، همون بهکی نیکی بود یادگار. همون گنج دینار و کاخی بلند، نخواهد بودن مرد را سودمند. چونم ای همه داستان ها بالا هست. رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.